پیشرفت 50% در کندنکاری فاز دوم کانال قوشتیپه. فاز دوم کانال قوشتیپه پیش از وقت تعیین شده به بهره برداری میرسد. شمار کسانی که در این پروژه کار میکنند میگویند که یکی از بزرگترین آرزوهایشان همانا تکمیلی کانال قوشتیپه بوده، در حال برآورده شدن است. حفاری فاز دوم کانال قوشتیپه بیش از 50% پیشرفت داشته است. مسئولان در ولایت بلخ میگویند که حفاری فاز دوم در ولایت بلخ و جوزجان تا 51% تکمیل شده و تا پایان سال جاری به بهره برداری میرسد. آخر کار خم خواجه دوکای شبرغان کستنده؟ ازم در نظرم پیش تیر شده، مردم ها کار کرده رئیه. خواه از تیر شده. 180 کیلومترش توزیع شده مقصد. 180 کیلومترش. توزیع شده. اینال پلان تا چی وقت دست شده؟ والا این سال اگه خلاصه، این سال نشه، سال دیگه بخیر خلاصه بخی مکمل. اینج خلاصه هم سربند هم خلاصه هم گم خلاصه. تو که تیر شده باشه کم جای مانده دیگه، آخر از اون سالی هم پای بخیر خطر. آه ولی سالی. 6 ماه دیگه خلاصه. 6 ماه ما خلاصه بخیره. اول تا کجا رای لکده؟ آه والا تو منطقه تازه اومد، آه سربند الا نشد فقط نه اون ما او چشمه است، اون ما کازر بر اومده، اون مو چشیده خلاص. او چشمه در دولت آباد ده دا دولت آباد نه والا نرسید دا اونجی با خاطر که او زیر وقت چی نداره نه وقت چی نشد نرسید. خود دی طرف او چ وقت لا میکنه دی طرف او خین نو کار چا بخیر سربند جور شد، کار سربند 3 سال میره والا کار از خیلی سربند توک محکم جور نکنه دا ول سالی کال دار عین د اخرین نقطه. سربند کانال قوشتیپه یکی از اساسی ترین بخش های این پروژه بزرگ و ملی کشور می باشد. کار آن به شدت جریان داشته و صدها از همدانان ما در این بخش مصروف کار اند تا مهمترین بخش کانال قوشتیپه را به زودترین فرصت به پایه اکمال برساند. پیلند سربند پا دریکسو که کار جریان لری چې عملا د ډاون سټریم په ساحه کې د پایل فاونډیشن او د انټیک په ساحه کې خپل دروازې د انټیک دروازې چې د سربند دروازې همدلته کار جریان لري او همدا ډول د اپ سټریم په پایل فاونډیشن کارونه چې وروسته د هغې نه بیا پروټیکشنل والونه جوړیږي د هغې په ساحه کې عملا کار روان ده چې کارونه یې بیخي د نړیوالو سټنډرډونو مطابق روان دي. تر اوسه پورې انشاءالله د کار د اطمینان په باره کې د کار د کیفیت په باره کې موږ په پوره ډاډ سره ویلی شو چې تر دې مهاله یې کرونه په پوره کیفیت او اطمینان سره روان دي. والا دا وایي سو باش بسو ای نفر کمی د شرکت همین شرکت داره ماشینری کلګی چې از خودشه بسو خوب آدم از مردمای بامیان سرهګ هم کار کرده در طرفای دایکندی دیگه بسو یک آدم با تجربه خوب آدم دا وایي سو باش بسو کارمنداش خوب رسیدگی کنه. بسو خوب همین تواش داره. دی خوب است. نه راضی هستم. دیگه در وطن تو کار ایجاد شوه، شغل ایجاد شوه، مردم حاجت نیست که بیرون از وطن شوه. جوان ها مثلا بختر کار کردن میرن ایران، باز گوش میکنن که برن به طرف ترکیه قاچاق، دیگه به اروپا قاچاق میخوایم و چندین صدها جوان های ما تلف شده. دیگه نال همی کار ایجاد شوه، کار ایجاد شوه در وطن خود، اگر کار کنه آدم بسیار گپ است نه؟ همون رقم هم و اتن و بود نشان دیگه. این مال اگه کار شده نمش مجبور بود من میرفتم طرف ایران، طرف ترکیه. خواهی این خوب شد مصروف شدیم دور خوردیم اینجا کار مکنیم. هم دعا بودی وطن سر میگیری. دیگه. همون کار خودت خوب است. هم سواب میشه. هم مسافر نمیشی هم دعا میشه. ما به اسم فیروز احمد در کارگر خوشتر پر. شما از بامیان هستیم؟ از بامیان هستیم. چقدر وقت میشه شما در این پروژه سهم گرفتین؟ این پروژه خود زیاد وقت میشه، خود من دو ماه میشه که نه اومدم کار. خوب چطور از کاربر راضی؟ خوب است، زیاد استاد راضی است. بخیر از گرمی هوا از دیگه آخ یک ذره گرم است دیگه، از دیگه تو داش کولش راضی است. خوب ختم میشه ان شاء الله. کم مونده بخیر. بخیر دیگه، شاید یک 4 ماه یا 5 ماه دیگه. تا 4 5 ماه خلاص میشه. امکان داره خلاص شود دیگه. خلاص میشه بخیرم. دیگه. در این ساحه چند شرکت هست اینجا؟ شرکت شاید زیاد باشه، 120 باشه که 110 باشه.
اون سال یافتن رفته بودن یک چکر رفته بودن و پس آمدن دیگه. دخو نمیاری دی طرف ها؟ والا دیگه نه خود خواه خود دیگه کارگری است مجبوره کار کنی دیگه. یک قسمی که میبینیم در هوای 44 درجه آفتاب سوزان به خاطر آبادی وطن، به خاطر پیشرفت وطن این همی جوانای ما اینجا کار میکنن، واقعا قابل تحسین است. واقعا خیلی سخت است. من یک ده دقیقه ششتم اینجا بیخی سوزش گرفته رو رایم. آه دیگه آه گرم است. آه خیلی گرم است. 44 45 درجه است. بلکه 50 درجه هم برسه. زیاد میشه. آه ایتا گرم شد. خیلی سخت است. انشالله خداوند اجر از این بر شما بده. هم خورماست هم ثواب است. آه متراکم این همه کارا هست دیگه. این جنگل ریخ میگه اینجا. آه. از طرف شهر هوا چه قسمت اینجا نیست؟ از طرف شهر چمال ممال نیست، بیخی گرمه. آه گرمه. خوب دیگه حتما از طرف شهر. این موتره سخت وطن نیست یا چه قسمت او آخری کرد؟ چینایی رو باید. اینی میره آه. این کس چیناییه. این رو بخاطر هم کار کانال چین طلب کرده. یا بسیار زیاد میگیره نه؟ بخی دیگه قسم بوده بورگیدی زیاد تاسه دیگه یه بسیار اینو اگه یک متره برو چهار متره میبره او متره کلا این نیم سال خاص بخاطر کار کانال یاره چین طلب کده می رئیس سلطان علی خب این دا تا قریه تازه مویت که طرف هست نه کلدار و طرف شورتی پا از این متره و نظر خود سنم سختن سخت وطنی آخ جور کده والله خوب است والله انتقه مردم چه خوشحال واسن این مردم که از پیسی زمین های شناب کر میشن آه خیلی خوشحال میشه دیگه خود یاد کوفاری هم اصلا او نیست یه جا او نمینگری او طرف رو رفته ما اقینه رفته آس اقینه سنتیل رفته خب من در اقینه سن از اینکه اقینه از خانسا رفته او طرف اصلا او نیست یه جا او نیست او ایشان ضمن استقبال از آغاز کانال قوشتپه در این ولسوالی ابراز خوشحالی کرده می گویند که با شرکت های قراردادی در این ولسوالی همکار هستند. خدا کنه که آب به ما بیاید یک سهولت ما پیدا می شه بر جوانای ما کار پیدا می شه از یک لقمه نانش کم ما سیر می شه وقتی که زمین زیاد باشه و نداشته باشه اون زمین چی به درد ما می خوره از 100 جریب زمین بیاب کرد اما 2 جریب زمین آبدار به کار است صفات شمالی تو یک جای است که زمین داره کارگر داره مردمش غریب کار است آب که داشته باشه انشاءالله کل اگه زنات سر کار میشه جوانای ما چرا در خارج بره خدمت مردم ها بکنه وقتی که ما آب داشته باشیم وقتی که ما مردم در اینجا زمین داشته باشیم ما میخواییم که خارج آمده در ما خدمت کنه چرا ما رفته ملکای مردم خدمت کنیم همچنان باشندگان این ولسوالی عبور کانال قوشتپه از این محل به فال نیک گرفته میگویند که در این ولسوالی ها زمین های هموار زراعتی بیشماری وجود دارد اما بنابر نبود آب آشامیدنی و زراعتی باشندگان این ولسوالی را با مشکلات خیلی جدی روبرو ساخته بود ایشان اضافه میکنند که تکمیل پروژه کانال قوشتپه دهاقین محل را به خودکفایی سوق میدهد چرا؟ دریو را مخت نمیده مستد میگیرم میگیرم همینجا کلیشه آه اکی میشه بر بنیاد اطلاعات شرکت انکشاف ملی فاز دوم کانال قوشتپه که کار کندن کاری آن قرار است تا پایان سال 1430 خورشیدی به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب برسد 20 میلیارد افغانی هزینه پیش بینی شده است.
به گفته مسئولان شرکت انکشاف ملی، علاوه بر فاز دوم کانال قوشتیپه، ساخت سربند کانال که مربوط به فاز اول می شود نیز به سرعت در حال انجام است و تا اکنون 53% پیشرفت کاری داشته است. به گفته مسئولان بیش از صدها تن با ده‌ها ماشینری در ساخت سربند این کانال مصروف کار هستند و قرار است در آینده نزدیک کار آن تکمیل شود. بیش از 4 ماه از آغاز کندنکاری فاز دوم کانال قوشتیپه می گذرد. ده‌ها شرکت قراردادی در چندین نقطه مسیر بلخ جوزجان الا ولسوالی اندخوی به کندنکاریش ادامه می دهند. در مدت بیش از 4 ماه 50% پیشرفت کاری در فاز دوم کانال داشتند. کندنکاری فاز دوم در اوایل ماه حمل سال 1430 آغاز شده و به شدت شب روز جریان دارد. همه امید مردم شمال افغانستان همانا تکمیلی کانال قوشتیپه است. کارگران کانال قوشتیپه در زیر آفتاب سوزان بیش از 44 درجه در دشت و بیابانهای جوزجان کار می کنند. کارشان خیلی سخت است، اما ثمره آن خیلی مهمی برای همه هموطنان ما هست. آرزوی تمام مردم افغانستان همانا تکمیلی این کانال است. کانال قوشتیپه یک پروژه حیاتی کشور که میلیون ها انسان چشم به راه تکمیلی این پروژه ملی زراعتی هستند. در کندنکاری فاز دوم کانال قوشتیپه به تعداد 60 شرکت قراردادی در مناطق مختلف مصروف کندنکاری این بخش مهم کانال هستند. تا اکنون کار عملی کانال ملی زراعتی قوشتیپه حدود بیش از 50% پیشرفت داشته و قرار است این بخش مهمی کانال نیز قبل از وقت تعیین شده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. کانال قوشتیپه سبب اشتغال زایی برای تعداد زیادی از هموطنان ما به گونه مستقیم و غیر مستقیم گردیده است.